سلام، صبح بخیر. آرزو میکنم صحتمند و سرحال باشین. ما امروز آمدیم در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. زمانی که اینجا داخل شدم واقعا یک فضای کاملا متفاوت را احساس کردم، چون یک زمان من هم دانش آموز بودم و اینا را که دیدم به یاد همو دوره افتادم. خب به هر صورت اینا امروز با برنامه که راه اندازی کردن، یکمک مرام جای بوتی، با برنامه که راه اندازی کردن قرار است 4 ویدیو کلیپ آهنگ حماسی را به مناسبت 100مین سالروز ارتداد استقلال کشور رو نمایی کنند و این آهنگ ها توسط ارکستر سمفونی افغانستان و دسته همخوانان اجرا شده. بین بیشتر در گزارش میبینیم. خوشحال هستیم که در آستانه تجلیل از 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور در حضور شما قرار داریم و 4 سرود را که توسط انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تهیه شده و میتونه نقش بسیار مهم و ارزنده در بیدارسازی جامعه و برنهادی نشدن نه تنها ارزش های استقلال سیاسی افغانستان، بلکه ارزش های آزادی های انفرادی، حقوق زن، حقوق طفل، کم اینا میتونند در سایه استقلال در این وطن نهادینه شوند، بازی کنند. ما افتخار میکنیم، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتخار میکنه که یک نقش اساسی در 100مین سالروز استقلال افغانستان ایفا کرده و ما هم به حیث رهبر ارکستر سمفونی ملی افغانستان افتخار داریم که یک حصه کوچک را تانستیم در این 100مین سالروز استقلال افغانستان داشته باشم. موسیقی پیام های زیاد را میتونه که برسانه، احساس شخصی یک انسان بسیار به زیبایی میتونه بیان کنه که حتی با کلمات مشکل است که او رقم بیان شوه. ولی در کشور جنگ زده که مثل افغانستان که بیشتر تقریبا 40-50 سال میشه که ما در یک وضعیت خراب جنگ قرار داریم، با موسیقی ما میتونیم که بسیار تغییرات مثبت شاهد باشیم و این مکتب، این انستیتوت یک نمونه بسیار خوبش است. ما در اینجا ارکستر زهره را مثلا داریم که فقط خانما در او می نوازه و این یک مانای بسیار کلان داره که خانمایی که مثلا 20 سال پیش موسیقی برشان بند بود، موسیقی چی که درس خواندن برشان بند بود، امروز آمدن با آله موسیقی می تانند که موسیقی بنوازند.
خب کار که نکرده باشی واقعا نواختنش خیلی مشکل است. ما نخستین بار است که پشت پیانو نشستیم و طبعاً دیگه که اجرا کردن یا نواختن از این به حد برای من مشکل است، برای کسایی که جا آموزش دیدن برای از اون آسان است. اینو گفتم میتونیم که موسیقی خیلی خوب میتونه پیام رسان یا هم پیام آور صلح باشه، بخصوص در کشور ما که چندین دهه جنگ را پشت سر گذاشتانده، مردم دیگر از جنگ خسته شدن و خواهان صلح هستن. به امید روزی که در کشور ما صلح حاکم شود تا بتونه که این ملت رنج دیده و درد دیده در یک فضای کاملا همدلی برادری زندگی کنن و بتونن که آرام بر زندگی خود برسن. ادامه برنامه صبح را با همکارانم در استودیوی مرکزی دنبال کنیم.